نظرم. شكر خدا فرمایش تن چیه؟ خدمت نظرم من نشیه هستم سنی. پس چیه شو؟ و من مطمئنم و فقط قرآن رو قبول دارم. قرآن رو شما توانه اینکه یک فرصت فرصت مناظره با ببین بزرگوار، شما پس نه شیعی نه عمری، فقط قرآن را قبول دارید، درسته؟ امین گفتین؟ بله. ما همچین طائفه‌ای در اسلام نداریم جان من. ما همچین طائفه‌ای، همچین مذهبی که فقط قرآن را قبول داشته باشه، پیغمبر را قبول نداشته باشه، صحابه را قبول نداشته باشه، اهل بیت را هم قبول نداشته باشه، محدثین را هم قبول نداشته باشه، فقط قرآن را قبول داشته باشه، بلکه اجماع علمای ما هست همچین شخصی اصلا مرتد خارجی از دین. لذا شما صاحب یک مذهبی شده اید، یک مسلکی شده اید که بقیه مسلمین اجماع دارن که شما اصلا کافر و مرتد از دین هستید. این اولا. و علما بر این مطلب کتاب نوشته، یعنی کسی و اجماع نقل که کسی اگر بیاد ادعا بکند که من هیچ کسی را سیوتی، اصلا یک کتابی داره بر همین مطلب، یک رساله مخصوص همین مطلب داره، کسی بگه من سنت را قبول ندارم فقط قرآن را قبول دارم، اجماع علما موجوده که همچین شخصی اصلا خارجی از دینه. ما همچین مطلبی نداریم دوست عزیز من. لذا شما یک صاحب یک مذهبی شدی که اصلا این مذهب از اساس از خود دین خارجه، از خود مذهب خارجه، و کسی که این حرف را میزنه یا جاهله یا خیلی انسان جاهله یا انسان دیوانه دیگه، انسان عاقل همچین حرفی را نمیزنه. و من وقت خود را چرا ضایع بکنم با حضرت عالی؟ حالا اگر شما اعتراضی دارید، حرفی دارید بفرمایید، یک سوال، یک سوال، دو سوالی اگر بکنید من جواب میدم، اما بیشتر از اون وقت خود را با شما من سپری نمیکنم. بفرمایید. من عرض اینه که اگر شما توان اصلی شما تو این مناظراتی که من تا حالا دیدم، توان اصلی شما اینه که حجمه بکنیم به عمر و ابوبکر و اینا، که بله اونا هم قابل حجمه هستن، حرفی نیست، اما آیا میتونید از اعتقادات خودتون دفاع کنید؟ اگر من شما اگر اعتراضی دارید، من بله توانایی قدرت دارم از اعتقادات خود کاملا دفاع بکنم، شما اگر اعتراضی دارید بفرمایید. حرفی نیست. خب من مثلا من با یه ادله های عقلی میام. حالا شما بفرمایید جان من، اعتراضت رو بفرمایید. همین ادله ها میتونید دفاع بکنید، یه وقتی بزنید برای مناظره. من با هر کسی مناظره نمی کنم. شما عالم اگر باشید با شما مناظره می کنم. شما عالم اصلا نیستید. من عالم هستم، من یه محقق دینی هستم و میتونم با شما. کجا درس خوندید شما؟ و فکر میکنم که اصلا هیچ بویت عنوان شما نمیتونید توانم. حالا اشکال نداره، چون شما ببین، شما کسی که پیغمبر را قبول نداره، کسی که دوازده امام را قبول نداره، کس اگر بیاد به من بگه که من بله شما توانش را مرا قبول نکنه، توان مناظره ندارید، من ناراحت نیستم. شما از من بالاتر پیغمبر باشه و قبول نداری، خودت گفتی که تو شما فقط قرآن را قبول داری، سنت را اصلا قبول نداری، حدیث را اصلا قبول نداری. خب جان من، شما بر عقاید من یک اعتراض محکم، یک عقیده من را در توحید باشه، در نبوت باشه، در امامت باشه، بگید من فلانش را قبول ندارم، اینم اعتراض، یک اعتراض بفرمایید من جوابش را میدم. اگر جوابش را داده نتونستم، شما اعتراض دوم حق دارید، اعتراض سوم حق دارید. اگر جوابش را دادم دیگه همونجا تمام مناظره باید نمی کنم. جانم حرف مرا شنیدی یا نه؟ من حرف شما را شنیدم. بله. خب بفرما. حالا یک اعتراض باید حق میدم، یک اعتراض بفرما. نه، من شما را رسما به مناظره دعوت می کنم. شما خب همین مناظره هست جان من، یک اعتراضت رو بفرما دیگه. خیلی خوب، شما میفرمایید که هیچگاه زمین خالی از حجت نمیشه، درسته؟ کاملا درست. یعنی این به اصطلاح اعتقاد شیعه هست؟ بله 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 بله. حالا یه سوالی دارم. بفرمایید. این به اصطلاح حجت هایی که شما به اصطلاح میفرمایید که چرا زمین خالی از اونها نبوده، کارهایی که تا حالا برای بشر کردن چیا بوده؟ همون کاری که پیغمبر کرده، همون کاری که 124,000 پیغمبر کرده. اگر کسی بپرسد 12 امام چیکار کرده، همون کاری که 124,000 پیغمبر کرده. 124,000 پیغمبر برای خاطر این نیامدن که مهندسی بکنن، دوستان عزیز، ماشین تویوتا درست بکنن. پیغمبران برای این نیامدن. پیغمبرا چرا تویوتا درست نکرده؟ پیغمبرا چرا عینک درست نکردن؟ پیغمبرا چرا پیاله درست نکردن؟ چرا چایجوش درست نکردن؟ عزیزان من، پیغمبران برای اینها نیامدن. پیغمبران برای هدایت، برای اتمام حجت آمدن. انبیا چیکار کردن؟ انبیا به مردم طریق عبادت خدا، خدا کیست، صفاتش چیه، پروردگار عالم را بله دینش چیه، کتابش چیه، انبیای گذشته چه کسانی بودن، ملائکه چه کسانی هستن، بهشت چیست، نار چیست، جهنم چیست،
خدا را چگونه عبادت کرد، از غضب خدا چگونه پرهیز کرد، سعادت ابدی در چی هست، اینها را برنامه زندگی برای انسان دادن، این کار انبیا علیهم الصلاة و السلام بوده. دوازده امام چیکار کردن؟ همون کاری که 124 هزار پیغمبر کردن همون کار را انجام دادن. این جواب شما. بفرما. درست شد؟ پیغمبر دسته خیلی کلی از زندگی انسان ها را در اختیار دارن. بالاخره یه مثلا محدودی از علوم رو برای انسان حالا شما به من بگید شما چه توقعی داشتید؟ حالا برادر من شما چه توقعی داشتید از دوازده امام که میکردن و نکردن؟ شما بفرمایید. من اصلا کار دوازده امام معلوم. شما میگید که این امامان ما چه کار کردن، از من پرسیدید، من جوابش را دادم، شما این را قبول ندارید، قانع نیستید. شما به من بفرمایید شما چه توقعی داشتید که اینا انجام میدادن انجام ندادن، دل بخواه شما نیستن. بفرمایید. حرم من اینه که پیامبران و انبیا کلام خدا رو به سوی مردم آوردند و کلام خدا هم یه بخش کوچیکی از اون چیزی بود که مردم فراموش کرده بودن، اون عهد خدا بود. فقط همین، دیگر چیز دیگه این نیست که تازه شما مثلا امامی هم براش در نظر بگیرید، جانشینی هم براش در نظر بگیرید، قوسیایی هم براش در نظر. من صدای شما قطع شد، صدای شما اصلا قطع، صدا نمیاد. الو جناب مولوی محقق، صدا قطع شد جان من. جان ببین من نشنیدم، شما گفتید که چون 124 هزار پیغمبر فقط برای این آمده که وحی را به مردم برسانه، چون مردم وحی را فراموش کردن وحی را برسانند و از اون بیشتر نیست. این حرف شما دروغه یا جهالت محض یا دروغه. ببین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تنها برای این نیامد که قرآن را به مردم عرضه بکنه. پیغمبر تنها برای این نیامد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر تنها همین بود که قرآن را برسانه اصلا پیغمبر لازم نبود. خداوند متعال خیلی میتونست قرآن را بر روی یک سنگ بنویسه بر مردم بیاندازه که بخونید. خیلی راحت بود. الواح را بر موسی نازل کرد. خب خود الواح را نازل میکرد، چرا موسی را نازل فرستاد؟ الواح تابلوهایی بود که روی آیات نوشته بود، فرمان های خدا نوشته بود. الواح را شما اگر میگید تنها وحی را خدا پیغمبران میاره، دیگر هیچ کاری نداره. پیغمبران فقط وحی را میاره، دیگر هیچ کاری نداره. این حرف باطلیه. خب اگر این بود چرا الواح را نازل نکرد؟ چرا موسی را هم کنارش فرستاد؟ موسی این همه زحمت دید، این همه رنج کشید، این همه تعب کشید، خب لازم نبود اصلا حبیب خود را، یک کسی را خدا او را دوست داره، این همه رنج بده. قرآن را نازل میکرد، پیغمبرش این همه 23 سال خون جگر چرا بخوره؟ اینطوری نیست. خداوند متعال پیغمبرش را فرستاده در کنار قرآن کریم، سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مبین قرآن، شرح قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم و مکمل قرآن کریم، سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اون چیزهایی که در قرآن کریم موجود. قرآن میگه نماز بخونید، خب نماز صبح دو رکعته در کجای قرآن نوشته؟ نماز ظهر 4 رکعته در کجای قرآن نوشته؟ مبتلات نماز چیه در کجای قرآن؟ این چه حرفیه؟ حرف مسخره که فقط قرآن را برساند، وحی را برساند، دیگر هیچ کاری نداره. سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم خودش حجته و بعد از اون اجرای این قرآن کریم. شما این ببین دوستان عزیز، فرض کنین یک کتاب طبه، این کتاب طبه خیلی کتاب خوبیه، این را شما اینجا بگذارید، اینجا 1000 مریض باشه شفا میابه کسی؟ این کتاب طبه، قرآن کتاب دوا، کتاب طب، این در کنالش دکتر نباشه، اینجا عالم پر از مریض باشه، یک مریض شفا نمیابه. باید دکتر بیاد از روی این کتاب طب اون مریض ها را مداوا بکند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون مریضه، حضرت عذر میخوام، اون طبیب نفوسه که با این قرآن کریم مردم را شفا میبخشید، این قرآن را اجرا بکنه تا مشکلات بشر از بین بره، حق مظلوم را از ظالم بگیره، جلو ظالمین را بگیرد. رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اخلاق را حاکم بسازد، در جامعه ارزش ها را حاکم بسازد، جامعه را اصلاح بکند. رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کارش اجرای شریعته، هم این که شریعت را برساند، هم شریعت را اجرا بکند، این کارش. و این همونطوری که در زمان پیغمبر شریعت مجری میخواد، بعد از پیغمبر هم شریعت مجری میخواد. امامان لزومش اینه دوست عزیز من، همون دلیلی که پیغمبران آمده به همون دلیل امامان باید باشه. در زمان پیغمبر چراش پیغمبر شریعت مجری میخواد، بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم شریعت مجری میخواد؟ اون زمان چطور در زمان 23 سال شریعت مجری میخواست، بعد از پیغمبر مجری نمیخواد؟
این کتاب طب، کتاب طب را اینجا بگذار، مریض ها موجود یک طبیب موجود نداره. خب این مریض ها جان میکنن اینجا، این کتاب که نمیدونه را شفا بده، باید طبیب موجود باشه، طبیب بیاد این طب را اجرا بکنه، این شریعت هم باید اجرا بشه تا مشکلات بشر حل بشه. اینه پیغمبر مجری معصوم، جانشینش هم باید مجری معصوم باشه. اگر اون زمان مجری باید معصوم می بود، حال این زمان هم باید مجری معصوم باشه، چون هیچ چیز عوض نشده. اینم از این دوست عزیز من. حالا یک اعتراض آخر، خودت قطع کردی رفتی، برو خداحافظ. یک اعتراض آخرم باید وقت میدادم، اما تو خودت صبر نکردی رفتی دنبال کارت.